با فرارسیدن نهم ربیع الاول سال روز حلاکت بزرگ دشمن اهل بیت علیه السلام شادی و سرور شیعیان در سراسر سر جهان آغاز می شود به همین مناسبت عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در سراسر سر جهان با برگزاری مراسم فرحت و زهرا به جشن و سرور و شادی می پردازن. محبان اهل بیت علیه السلام پس از دو ماه ازاداری بر حضرت سید شهدا علیه السلام رخت شادی برتم می کنند و به بش شادی حضرت زهرا سلام الله علیها شادمان هستند از این روز در متون روایی به روز قدیر ثانی تعبیر شده است و نامهای فراوان دیگری نیز برای آن ذکر گردیده روز قدیر ثانی در کنار روز قدیر اول دو برهی زمانی مهم برای اظهار تبری و تولی به شمار می روند و از این رو علما و متشرعین در طول تاریخ بر بزرگ داشته این ایام تأکید داشته و دارند. اطعام مؤمنان توسعه در نفقه پوشیدن جامعه های نو و شکر و عبادت خدای متعال از جمله اعمال مستحب در روز نهم ربیع الاول است